عروسیتیم، هجله بیداماد، چه شوربختم منم به تقدیر. یتیم و صغیر نمیشناسه. تا این وقت که از خدا عمر گرفتم معلومم شده که چرخی گردون برای دل هیچ تنابندهی ترم خورد نمیکنه. نعوذ بالله، می چرخی که چرخیده باشه، تو هم یکی مثل همه. اصد چرا رفت؟ لاغل اصد پیشم میموند. محمد چا که مرد من خیلی جوان بودم. تا امیر ناصرالدین شاه از تبریز بیاره شهر قراغ عشقی ها شده بود. حالا هم تا ولیعهد از تبریز برسه مملکت آشوبه. اسد رفت تا تو این قیامت ارث پدرتون از یغما حفظ کنه. یعنی الان داخل دروازه جنگه؟ نباشم کشور بلباس. تهران آبستن آشوبه، بازارم تومه آماده برای جماعت طرار. ناصرالدین شاه هیچی نداشت، لااقل یه سلطنت طولانی داشت. اقلش تو امثال تو تا حالا محشر کبرای حد فاصل دو شاه رو ندیدی. کاش که میمردم حالا رو هم نمیدیدم. گریم باچی خانو مهر و نسا. مهری، مهری، که انداخت گوشه این خراب شده؟ مهری، 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 مهرانزا. من گفتم، سر خودم نگفتم، خود خانم قدغن کردم. تو را به خدا عمو مشتی، تو را به خدا یه کاری بکن. نمیتونم خواهر من، نمیتونم. شما محض رضای خدا بنده رو معاف کن. وقتی افسر خانم قدغن کنن شخص شازدم تمکین میکنه، چه برسه به من نوکر یه لقبا. همچی بیرا هم نگفتن خانم،
رفت و شد توی این آشوب مصیبته. خود شما حاضر میشه اون زن محتضر نمیره، یکی جاش بره بیرون تو این بلبشو بمیره، خونش گردن شازده ما رو بگیره؟ شاه و کشتن خواهر من، شاه. خب پس چکا کنیم امو؟ داره میمیره زن بینوا. نمیدونم والا، وقتی مریض محتضر بشه ساق دوش عروس بهتر از این نمیشه. اصلا گیریم دور از جونشون، حکم قدقن خانم چشک. الان تو این امارت مرد یکی منم با این وضع پای، یکی اون رجبری که اونجا نشسته. املاکره باقه استبرم که روز روشن به حرف نمیرن، چه برسه به شب، اونم امشب. من حاضرم برم بابا مشتی، یه از بهت برم پی طبیب، خونشو بلدم. کی به تو گفت که بری یا نری؟ برم برم، بود به کارت بره. نزن جوونه تو. جوونن و خام. چی میدونن شب شاکشون یعنی چی؟ اما شما خوب میدونی علای حال تا صبح باید صبر کرد. صبح شد خودم تمشیت میکنم. اگه تا صبح دووم بیاره. چی شد؟ حرف حسابشون چی این قوم و ظالمین؟ خوددار باش دختر، خوددار باش. داره از تب میسوزه امه، داره میسوزه. سهم من از سخت و بخت عروسیم شده این مرده تبدار. استغفرالله، مرده تبدار یعنی چی؟ از خدا بخوا خودش کمکش کنه. پروین، افسر ملوکم بیرا حکم نکرده، اصلا معلوم نیست بیرون چه خبر باشه. باید صف کنیم تا صبح. مهری، مهری میشنوی صدامو؟ مهری، این چه بساطیه که علم کردی؟ به خدا حلالت نمی کنم. گروه کر شدی حالا مهری؟ ندیدی چه رسوا شدم من؟ با تو هم مهری، بخت سیاه هم داره به رخت سفیدم میخنده. عروس یتیم و صغیر رو که تنها نمیذارم مهری. شازده رفت، اسد رفت، شب عروسی دلم به چی خوش باشه؟ موهامو که شونه میزدی یادته چی میگفتی؟ وقت عروسی که بشه کمر میبندم به خدمت، وقت عروسی که بشه وسمه هناتو خودم میبندم، شانه کمرتو خودم محکم میکنم. کجا شد اون پتاب مهری؟ چی شده؟ به حال مهری قصد گرفته؟ نه. خب آره، بابا مشتی دعوام کرد. مگه خطایی کردی؟ نه بابا، چه خطایی؟ گفتم یه اسبت برم پی طبیب، محکم زد پس گردنه. آخه چرا؟ میگه خانم قدغن کرده، کسی نباید بره بیرون. مهری داره میمیره، من باید برم طبیب رو بیارم. بچه شدی؟ خانم قروق کرده. خانم من فخرالزمان داره قصه دق میکنه. میتونی فراریم بدی؟ آره، ولی عاقبت نداره. راه در رو کدوم طرفه؟ در حیاتا که میدونی قفله.
میمونه دیوار باغ. سب کن آهو، دیوار حیات بلند میافتی چلاق میشی. من چلاقشم بهتر از اینه که مهدی بمیره. سالمی آهو؟ آره، برو تو حیات منتظر بمون، دیر کردیم همه رو خبر کن. مهران سالش خیلی وخیمه، پاشو بریم دنبال طبیب. هنوز یه صفحه از این فصل مونده، تا نخونم جایی نمیاد. چی میخونی؟ رستم و تواریخ. من منتظر میمونم. افتادی هم از کتاب. امشب یلدای دارالخلافه است، کمتر چشمی رنگ خواب به خودش میبینه. برو دختر جون، برو. خیر پیش. معرفت کردی هم؟ وقتی بود جون اون زن در خطره، دلم نه هم چیده شد. خدا به خیر کنه. کسی که چیزی نفهمید. همه خوابم. آهسته بیر کسی ملتفت نشه. مرحبا به دل بیدارت. شکر به سلامتی رفتین و برگشت. ممنونم. آهو جناب طبیب، دستم به دامنتون، یه کاری براش بکنید. یا الله. سلام جناب. سلام. بفرمایید جناب. شکرم. گفتی چقدر از اون شربت فرنگی خورده؟ همونقدر که گفتین، دو نوبت، هر نوبت سه قاشق. ساعتی یه بار از این بهش بخورم. اون شربت قبلی هم دیگه قدغن میکنم. بهش ندین حتی یه قطره. چیزی شده جناب طبیب؟ شربت فرنگی کار خودشو کرده. علامت ها حکایت از وقوع درد زایمان داره. مطمئن این جناب طبیب؟ وقتش نیست هنوز. به حساب منم خیلی زوده. آی. هر چه زودتر یه قابله قابل خبر کنی. قابله؟ خدا خودش رحم کنه. خب بانو، از دست من دیگه کاری ساخته نیست. با اجازه. جناب طبیب. افسرالملوک رفت و شد بین امارت رو قدغن کرده. شمارم این دختر با جسارت خودش اومد خبر کرد. اونم نباشه این وقت شب قابله از کجا پیدا کنیم؟ ما تو این محل غریبی. من چه عرض کنم؟ از من چه توقعی دارید؟ نمیشه شما خودتون. تازه اگر منم قبول کنم خود مریض راضی نیست. بین شما کسی در گذشته بار زنی رو زمین نذاشته؟ من یکی دو بار تو غرفه زاو بودم، اما الان دیگه نه چشمم سو داره نه دستم جون. من میتونم جناب طبیب. من وقتی بی بی گلنسا داشتش بچه گلندام و اون تغییر به دنیا می آورد، بر دستش بودم. من دست شما میشم تو اتاق زا. شما تو رو خدا تنهامون نزد. من به هر دستی اعتماد نمی کنم. به دستی که موقعی دادن دارو به این بیمار نلرزید چه
اعتماد میکنم. آب جوش حاضر کن. چشم. ملافه بیارید. بجوید. مرحبا شیر دختر. داری آبیاری میکنی؟ این برای آله که یه موقع خدایی نکرده مهری و نکشی یا بچهشو ببره. امان از جهل مردم. امان از جهل و خرافه و برای زربیه. چند قاشق از اینو به مادر بده و چند قطرشو هم بریز روی زبان نوزاد. یعنی آب و حوض خالی نکنه؟ چرا خالی کن؟ خالی کن فردا روز اگر چیزی شد مؤاخذه نشی. چیزی شد یعنی چی جناب طبیب؟ زنده میمونن دیگه، مگه نه؟ کسی چیزی نمیدونه. حتی طبیب و لطبا؟ حتی طبیب و لطبا. من یه طبیب بشم تعیین میشم که همه چیزو بدونه. فعلا که طبیب نیستی، اما اگر سواد داشتی خوش داشتم دستیار خودم بشی. من؟ اگر با سواد بشی. میشم؟ من شربت رو ببرم. تا حلول ماه نو. چی؟ تا حلول ماه نو اگر کودک زنده بمونه دیگه زنده میمونه. ماه نو که نزدیکه. خیلی. جمع کن، نارو جمع کن. به صندلی هم نگه. زود باشین، جمع کنید، جمع کنید. دفتر عمو مشتی، عمو مشتی. بله خانم. آدم ها دارن چه غلطی میکنن عمو؟ بذار سرت به کلات بیارزه، بذار خیال کنم که میشناسی شأن ولی نعمت تو. خدا نکنه نشناسم بانو. چی شده مگه؟ چه شده؟ پیشکار ما رو ببین. شاه مرده، شاه، شاه رو کشتن. سیاه پوش کنید امارتو، در دیوار، ستون، سر ستون. اهل این امارت از کلفت تا ارباب همه باید عزاداری کنه. فهمیدی امو؟ بله بانو. تا هفت شب
صدای خند از هر کس که شنیدی صداشو میبری. تا هفت شب اهل این امارت، کلفت، نوکر، پیشکار، کنیز، همه آید رخت سیاه بپوشن. عمو مشتی، عفو کنید خانم، برم ببینم عروس شازده چی میخوام. بله بانو. سلام. خانم، من به همه گفته بودم شما هر گونه آمد و شد و قدغن کردید. لابد عروس شازده. صدا تو ببر جواهر. با اجازه جناب در. بفرمایید، خواهش می‌کنم. شد یاقو نبود میرزا، گفتن تا شنیده قتلش و کار میرزا رضا بوده غیبه زده. یحیا میگه 5 سکه. نه الیاس، یاده بامشی گفته فقط 2 سکه. عذر تقصیر میرزا، طوری شده؟ نیست چه بلای سر سر و سر ما یمو بیا تو این وان افسا. یحیی میگه 4 سکه. نه بابا چی داره میگه؟ کلان 2 سکه من دارم، نمیفهمی؟ نمیده. بابا مشی گفته بود میرزا کارت را میندازه، یعنی هیچ راهی نداره پارچه مشکی را بدین من ببرم. به بابا مشی بگو میرزا گفت از من نرم، بگو اگه خودشم جامعه بود رقبت نمیکرد که پارچه سیاه بده بخون وقت خواهرش، تازه عروس خیر سر برادرش. حق داری. برگرد برو خونه بگو پارچه سیاه تو بازار نبود، بگو نم میرزا داشت، نه کسی دیگه که ازش بخرم. برو دیگه، کش خودشو، آخر گفت فسکه. بیا این 2 سکه که بابا مشی بهم داده. گفت که بیام به شما بگم کمتر از 3 سکه نمیده. الیاس تو تا حالا بابا مشی نیومدی بازار؟ خیره خیره نگاهشون کن بگو 5 تای نقش شاهه، اگه به این قیمت ندن روح شاه میرنجا. برو. باش. خب دیگه میرزا، ما پارچه سیاهمونو گرفتیم. با همون 2 سکه؟ آره دیگه، با همون 2 سکه. هی روزگار، یه سلطان صاحب قران بود، فراشاش پارچه سیاه ازاشو به 2 سکه فروختن. خدا به شاه بعدی رحم کنه. آقا شاگرد آقا جسن اومد. سلام میرزا. سلام علیکم. هی گرفتار شد. کجا؟ من باز برم یعقوب. در پیکر حجره رو قفل کن تا صبح من اونجا بمون. چشم میرزا. چشمم به در خشک شد. علیکی سلام خواهر، عذر تقصیر بابت تاخیر. برو. عجب علی، خوب تعریف کن عجب علی.
چیو تعریف کنم خانوم؟ من که تو کلید داره شب نیستی. من بله جوای خانوم، منم کلید دارم، خودم اومشتی هم داره. البته دیشب تو در رو باز کردی که اون دختر بره دنبال طبیب. طبیب؟ دختر؟ خانوم دیشب؟ چی به شما گفته خانوم؟ چرا تفره میری پیر مرد؟ مغور میایی یا به افسر خانوم بگم که فلکت کنه ها؟ یا بهتره بگم بندازنت بیرون؟ نه خانوم نه، بیرون چرا؟ چی به شما گفته من در رو باز کردم؟ من دیشب از حصار باغ پشتی رفتم دنبال طبیب. چی گفتی؟ مهرالنسا داشت میمرد، من اومدم برم بیرون، دیدم هم در قفله هم رجب‌علی خوابه، دیگه از حصار پریدم رفتم. دیدی خانوم، وقتی هم برگشت من نفهمیدم این دختره پشت دره. طبیب گفت باز کن، منم باز کردم. طبیبو که نمیشه راه نداد، پیش شازده ارج و قربی داره. زاغ و زوغ نکن پیرانه، باریکالله پیش عروس شازده رو سفیدمون کردی. بذار بدونن خدمه شازده چقدر مهمون نوازن. بالا بیار سرتو ببینم. این برای خروش شکستن، اینم برای خوابگردی. بلنشو ببینم، حقش بود همون موقع خوابگردی میذاشتم خفشی تو آبانبار. پاشو پاشو ببینم، بعد میدادم خفشی. دختری گیس بریده. دستتو بیار، دستتو بیار. برو خدا رو شکر که به افسر خانم نمیگم. اون کی دست؟ اون کی دست؟ وگرنه میفرستاده تموم خراب شده ای که ازش اومدی. میری داشت میمرد خانم. خانم فخر زمان خانم داشت این عبر بهار گریه میکرد. خب من دلم میسوزه دیگه. خانم تو این امارت فقط یه نفره. وقتی میگه قدغن یعنی قدغن. برای توی بیخاصیتم دلسوزی قدغن. فهمیدی؟ بله خانم. تو هم وقتی یادت بود رجب علی. لب و دهن تونی پاکش کن، روم سیاست، ترسیدم گردم بگیره. خاک بر سر من. خودتو ناراحت نکنم، همون دیشب که معرفت کردی کافی. شکر شکر بدتر از این نشد. سلام. سلام، چیزی شده؟ خانم افسرالملوک رو پیدا نمی کنم. نقل قدغن دیشب میخواستم حرف بزنم. اینجا نیستن؟ خیر، همراه بابا شازده رفتن ختم درب خونه. بابا، جناب ارسلان اینجا بودن؟ عرض کردم، اومده بودن پی عمه خانم. بله، که اینطور. من بیشتر از این مزاحمتون نمیشم انیس خانم. ناراحت نشین، ناراحت نشین که شما رو نبردن. ختم درب خونه جای هر کسی نیست. لابد صلاح ندونسته بابا شازده. بله لابد. خدا نگهدار. نحسیم مثل هر چیز مراتبی داره با انوال. بدترینش اما نصیب ما شد در بالاترین مرتبه. بس افسر، الان چه وقت این حرف هست؟ وقتش نیست؟ دیره یا زود؟ الان وقتش نیست. وقتش که بود گفتم. نگفتم السلام؟ نگفتم نحوست اگر دامنگیر بشه جون و مال و دود و دودمانمون همه برباده؟ نگفتم السلام؟ شد دیگه، شد. بله شد، ولی میشد نشه. تشتت وقتی پر بود گفتم نگفتم؟ نگفتم تشت خالی از بون میفته؟ این تشت افتاده، اما فقط تشت تو نیست، تشت برادر منم هست. تشت میرزا ارسلان قباندوی قاجاره، میفهمی؟ تشت میرزا اسد شالچی هم نیست،
من هم خونت بودم، من هم خونت هستم، باید به حرفم گوش میدادی. صد آخ که پنبه یه دختر شارچی توی گوشت بود. افسر، خواهرم، مجرد از عروسی ما شاه در هر صورت دیروز کشته میشد. نه من مقصر بودم، نه دختر شالچی. چرا نمیفهمی ارسلان؟ چرا نمیفهمی؟ چرا از خودت نمیپرسی در روزی که دربار قاجار یک سر سیاه پوشه، ما هم سیاه پوشیم، هم سیاه رو؟ چرا ما شرمنده؟ چرا تو نگران اتفاقات دیروزتی؟ چرا من نگران اتفاقات فرداتم؟ ارسلانم، برادرم، دعوا سر تقصیر دختر شالچی نیست. تقدیر دختر شالچیه که دودمانمونو به باد میده. این دختر نحس ارسلان، زیباس ولی نحس، خوبه ولی نحس، رعناست ولی نحس. فکری بکن برادر من. سلام بانو. سلام. سرکار علیه باید بانوی تازه امارت باشد، فخرالزبان شالچی. درست عرض نکردن؟ بله. جسارت منو ببخشید ولی شما رو به جا نمیارم. بنده جهانبخش میرزا هستم، دوست و البته عموزاده ارسلان میرزا. بله بله، چند باری ذکر و خیرتون بود. تشویش سردرگمی منو ببخشید، اصلا توی حال خودم نبودم، هیچ متوجه حضور شما نشدم. در عوض حقیر بی این که بخواد استراق سم و بسر کرد. شنیده بودم این بار بانوی موجه و درخور انتخاب کرده، اما خب شنیدن که بود ماننده دیدن. عذر تقصیر به خاطر غیبت عروسی. اختیار دارید، همون بهتر نبودید و ندیدید. جهان هر سلام، من رو ببخشید. خیلی خوش اومدی عموزاده. مشتاق دیدارت بودم. دلتنگت بودم پسرم. عرض نکردم تصدقه؟ جناب شاهزاده اومدن پسرمو رو باور نمی‌کردن. چشم شما روشن. این روزا خبر خوش کیمیاست برای اهالی امارت. عقد داشتم باور نکنم. خیلی خوش اومدی عموزاده. بریم. عمو مشتی، چمدون. جناب ارسلان میرزا، چند دقیقه وقت دارین؟ عرض مختصری داشتم. میهمان خسته راه و میزبان تشنه همراهی. باشه، برای فرصت بهتر. بریم از این طرف. کلی حرف دارم که بهت بزنم مرد. از حرفای شازده درخور نشین خانم. ادار دنیا همین یه رفیق شفیق رو داره.
به فال نیک بگیرید. ایشالله با اومدن ایشون شازدن وضع حالش بهتر میشه بعد از این همه بلا و مصیبت. بله دارم میبینم. با اجازه بانی. ای کاش سر بدی پیش عیال تازه. بنده خدا بد منقلب شد. دیر نمیشه همیشه. چی شد؟ ای داد افسرالملوک اینجا چیکار میکنه؟ بانو صبح فرمودن جناب شازده بیدارن، عرض کردم بر. از این به بعد هر موقع پرسید بگو نه. چشم. نه ترس جان بخش. ببین کی اینجاست افسرالملوک. عموزاده نازنین میرزا جهان بخش قوانلوی قاجار. باز با کدوم منصب جدید اومدی فخر بفروشی جهان بخش میرزا؟ منصب؟ منصب مهم نیست دخترم. مهم دل شماست که با ما صاف نمیشه. سلام دخترم. علیک. نخواه که تظاهر کنم به دوستی. با این حال همین که میبینم لبخند به لب ارسلان میرزا بیاد برای من کفایت میکنه. خوش آمدی جهان بخش. بریم جواهر. به خیر گذشت. خدا از جهانگیر نگذره که الالعبد ما رو مغصوب افسرالملوک کرد. ولی این بار باید با من آشتی کن. همین که سلام تو علیک گرفت برو خدا رو شکر کن. بیا بریم. بیا بریم که کلی حرف بود دارم. بیا. بریم پسرم. پس با اسب چاپاری اومدی؟ بسیارم خسته ای راه. الان میگم یه بساط کباب و قهوه قدیم درست کنن که حال کنیم. از این طرف. ممنون. برو. شنیدم ملایه رو حسابی به هم ریخت. کاری که از دستم برمیاد پسرم اونجا. اگر راست میگی از پس افسرالملوک بر بیاد. یعنی تو از پسش میتونی بر بیاد. بالاخره ما یه کاری میکنیم. باشه رجب علی بگو اسب من حاضر کنم. چی شده ارسلان؟ آشفته شدی؟ چیزی که چه عرض کنم، کاری پیش اومده که قابل سپردن به غیر نیست. نگران تنها شدن منی؟ راستش درست نبود بعد این همه وقت اومدن. ببین اگه قراره بین من و تو از این حرفا باشه دیگه نمیام. نهار بودی از صادب که صرف شد خیلیانم که دادی. راستش من از ملایر با اسب چاپاری اومدم. حرفی نزدم چون دیدم ذوق حرف زدن داری. پس اگر میخوای به من لطف کنی برو. واقعا؟ به جان جهان. یه ساعت میخوابم بیدار که شدم تهره آشتی میریزم با افسر. شب که برمیگرد الان برم سر شب میرسم دروازه. آخر شبم برمیگردم امارت. بس برو. خیر پیش. خیر پیش. ببین چی میگم. دوست ندارم یک کلمه هم با هم مجادله کنیم. پس ساکت باش و فقط گوش کن. چشم ارسلان. من هر واقعی هم که پیش آمد کنه مردک تفلیسی هر چقدرم پاشو بذاره رو گردنم دستم هزار بار از اینی که هستم خالی تر بشه این امارت رو گرو نمیذارم. الانم اومدم بهت بگم یه وقت تو این بلوا فکری نشی. چطور فکری نشم؟ تو چرا اصلا از این سیمان نزول کردی؟ نکنه به خاطر من رفتی زیر بار قرض؟ نه چلا، نه. این سیمان رباخار کیه ارسلان؟ یه وقت کاری نکنه تو از این شهر بری. یه وقت بی خبر نری. به
بری من دق میکنم ارسلان، به خدا دق میکنم. نمیرم ترا، نمیرم. کی پس تو رها میشی ارسلان؟ با این نحسی که این روزا دامنمو گرفته اصلا دلم قرص نیست، ولی دیر و دور نیست که تو دربار شاه جدید به لقب و منصب برسم. تو امروز تو صبور باش، صبور. خدا نگهدار. Thank you.